مدیریت تنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا که با تبادل زندانیان گامی رو به جلو برداشته بود با حمله حماس به اسرائیل و حمایت جمهوری اسلامی از آن اقدام و نیز افزایش حملات نیروهای شبه نظامی طرفدار جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه وارد فاز جدیدی شد در حالی که دیروز خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در حالی که وزیر خارجه را به آمریکا فرستاده بود سخنان تندی در مورد شکست اسرائیل بیان کرد بدون آنکه بگوید چه کاری انجام خواهد داد در این میان جو بایدن در نشستی خبری با نخست وزیر استرالیا در کاخ سفید به جمهوری اسلامی هشدار داد و رژیم آیت الله ها را تهدید کرد و گفت در صورت ادامه حملات جمهوری اسلامی یا گروه های نیابتی آنها به مواضع آمریکا در خاورمیانه میانه جمهوری اسلامی با واکنش قطعی واشنگتن روبرو خواهد شد. وی افزود هشدار من به آیت الله این است که اگر همچنان به اقدامات خود علیه نیروهای ما ادامه دهند ما پاسخ خواهیم داد و ایران باید آماده ای این پاسخ باشد وی گفت این اقدام آمریکا هیچ ربطی به اسرائیل نخواهد داشت وی در مورد جنگ اسرائیل و حماس گفت دیگر امکان بازگشت به شرایط سابق گونه که تا پیش از حمله حماس به اسرائیل حاکم بود وجود ندارد اسرائیل حق دارد به حملات حماس پاسخ دهد ولی باید از غیر نظامیان محافظت کند وی همچنین از راه حل دو دولت برای حل مسئله فلسطین استقبال کرد این پیشنهادی است که دولت نتانیاهو هیچ موافقتی با آن ندارد موضع بایدن تکرار قدرتمند هشداری است که روز سهشنبه آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک به جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش مطرح کرد که اگر تهران یا نیروهای وابسته به آن به نیروهای آمریکایی در هر نقطه حمله کنند واشنگتن به سرعت و قاطعانه از نیروها و امنیت خود دفاع خواهد کرد اما در تحول دیگر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی شب گذشته وارد نیویورک شد و گفت قرار است در نشست مجمع عمومی سازمان ملل موازه جمهوری اسلامی در موضوع تحولات منطقه‌ای را بیان کند وی مدعی شد که رد پیشنهاد آمریکا به شورای امنیت توسط وتوی چین و روسیه به خاطر تلاش‌های ایران بوده است وی که مشخص است به خاطر ارسال پیام‌های هشدارآمیز و تهدیدهای آمریکا به این سفر رفته مشخص است برای کنترل فضا و مدیریت تنش به آمریکا سفر کرده تا مستقیما پیام‌های خامنه‌ای را به آمریکا برساند وی مذاکرات خود را از امروز آغاز می کند هرچند عقص ویزای وی با انتقاداتی از سوی جمهوری خواهان روبرو شد جونی ارنست سناتور جمهوری خواه در انتقاد به این سفر گفت در حالی که تروریست های تحت حمایت جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی حمله کرده و شهروندان آمریکا را گروگان گرفتند دولت بایدن به یک مقام ارشد جمهوری اسلامی ویزا می دهد. این مماشات باید پایان یابد. این در حالی است که وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز سهشنبه از اعزام یک گروهان از جنگنده های F-16 به منطقه خابر میانه با هدف افزایش توانایی رزمی نیروهای آمریکایی در پاسخ به حملات متعدد گروههای شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه پس از حمله حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر صورت گرفته که این حملات تا کنون باعث زخمی شدن چهار نظامی و پنج پیمانکار نظامی آمریکایی شده است این در حالی است که روز گذشته در جلسه استماع مجلس نمایندگان آمریکا با حضور چهار شاهد حقیقی و حقوقی خطرات جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و مارک گرین رئیس کمیته امنیت داخلی کنگره و آگوست فلوگر رئیس کمیته فرعی مبارزه با تروریسم هشدار دادند که رژیم ایران در حال افزایش فعالیت های مخرب خود است و رژیم سالها از گروه های نیابتی مختلف از جمله حماس حمایت مالی، نظامی، سیاسی و دیپلماتیک کرده است. افزایش این تنشها به قدری است که آمریکا تصمیم گرفته پاسخ قاطعی به ایران دهد که جمهوری اسلامی از آن استفاده نکند و سفر عبداللهیان به منظر تلطیف کردن فضاست و این نشان دهنده آن است که جمهوری اسلامی به خوبی میداند ورود به هر درگیری با توجه به مخالفت های گسترده داخلی می تواند تابوت حکومت را فراهم آورد و لذا سعی کرده که آن را خونسا سازد هرچند که مشخص نیست که چگونه می تواند آن را عملی سازد در تحولات جدید دیپلماتیک در جنگ غزه در سازمان ملل روسیه و چین پیشنویس قطعنامه شورای امنیت توسط ایالات متحده را وتو کردند که خواستار توقف خصومت ها شده بود تا غذا آب و دارو به غیر نظامیان فلسطینی تحویل داده شود امارات متحده عربی نیز به همان قطعنامه رأی منفی داد و ده عضو رأی موافق و دو رأی ممتنع دادند روسیه در رقابت با آمریکا پیشنهادی ارائه داد که از آتشبس بس تر حمایت میکرد اما نتوانست حداقل تعداد آرا را به دست آورد. به گفته نماینده آمریکا در سازمان ملل هدف قطنامه این بود که تعیین مجدد حق اسرائیل برای دفاع از خود در برابر تروریسم به ای که با تعهداتش تحت قوانین بین المللی بشر دوستانه مطابقت داشته باشد جریان کمک های بشر دوستانه فوری به غیر نظامیان غزه را تسهیل کند و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط گروگان ها شده و همچنین خواستار جلوگیری از گسترش درگیری بین حماس و اسرائیل شد. روسیه و چین مدعی بودند که این قدنامه عادلانه تهیه نشده و تقاضای آتش در آن مطرح نشده است اما در تحول دیگر در گزارش سی این این معاون نخست وزیر بریتانیا گفت وزرای دولت روز پنجشنبه برای بررسی رویکرد لندن در قبال جنگ اسرائیل با حماس یک نشست اضطراری تشکیل خواهند داد وی گفت که وزیران وضعیت گروگانها ها در دست حماس و وضعیت خابر میانه را در بحبوه ترس از درگیری منطقه گسترده تر بررسی خواهند کرد. او گفت توقف بشردوستانه برای امکان ورود کمک های بیشتر به غزه در دستور کار قرار خواهد گرفت اگرچه بریتانیا خواستار آتش بس نخواهد شد او افزود فکر نمی کنم این موضع منطقی باشد که وقتی حماس به اسرائیل حمله کرده است بگوییم می توانیم خصومت ها را متوقف کنیم اسرائیل باید برای رفع این تهدید علیه غیر نظامیان خود اقدام کند از آنجایی که بحران انسانی در غزه به نقطه نگران کننده ای رسیده است و حملات هوایی روزانه و اتمام سوخت های نجات دهنده و فلج شدن خدمات بهداشتی فشار بر جامعه بینال المللی برای وادار ساختن اسرائیل به کمک های ضروری به غزه افزایش می‌یابد. الی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی در حالی که وزیر خارجه را به نیویورک فرستاده بود مجددا شعارهایی در مورد فلسطین و شکست اسرائیل مطرح کرد بدون آنکه بتواند راهکار مشخصی در این زمینه مطرح سازد خامنه ای روز چهارشنبه در دیدار با دستن در کنگره بزرگداشت شهدای لرستان بار دیگر مظلومیت مردم غزه در مقابل جنایت های اسرائیل را مورد تاکید قرار داد و اسرائیل را رژیمی شکست خورده و از پا افتاده دانست که در حال انتقام گرفتن از مردم غزه است به افسود تمامی این جنایت ها در نهایت راه به جایی نمیبرد و در آینده پیروزی از آن مردم فلسطین است خامنه ای همچنین حوادث جاری در غزه را حوادثی آینده ساز دانست و با اشاره به کشتار مردم غزه آنها را مظلوم دانست و گفت اسرائیل در انجام جنایت از هیچ اقدامی فروگذار نمی کند. خامنه ای همباره از شکست قریب الوقوع اسرائیل صحبت می کند و البته حمایت جمهوری اسلامی از غزه به ارسال کمک های مالی و لوجستیکی و همچنین حمایت های زبانی از مردم غزه خلاصه می شود که نتیجه آن تا کنون نه به نفع مردم غزه بلکه هم به ضرر مردم غزه و هم به ضرر ملت ایران بوده است. خامنه ای همواره از تو دهنی خوردن اسرائیل در حملات حماس ابراز خوشنودی می کند. اما مسئله این نسلی که در این میان در فلسطین نابود شده هیچگاه دغدغه دق مقامات جمهوری اسلامی نیست و صحبتی درباره آن نمی کنند. آنچه مردم فلسطین به آن نیاز دارند تبدیل مردم غزه به ملت فلسطین است که هیچ کدام از حمایت های جمهوری اسلامی نه تنها در این راستا نیست بلکه با بیرون رانده شدن هرچه بیشتر مردم فلسطین از بخش های باقی مانده فلسطینی دستیابی به آن تقریبا غیر ممکن شده است خامنه ای در بخش های دیگری از سخنانش تنها مقاومت فلسطینیان را مورد ستایش قرار داد و صبر و توکل مردم غزه را مورد ستایش و تجلیل قرار داد به افسود همین صبوری و توکل به داد مردم غزه خواهد رسید و در نهایت موجب پیروزی آنها خواهد شد آنها چگونه می در نبرد با اسرائیل که به تدریج تمامی بخش های فلسطین را به تصرف خود در میآورد آورد پیروز شوند به همچنین ضربه وارد شده توسط حماس به اسرائیل را تعیین کننده و بی خواند و گفت با گذشت زمان غیرقابل ترمیم بودن آن ضربه کاری بیشتر در حال آشکار شدن است. خامنه ای همچنین سفرهای مقامهای اروپایی و آمریکایی به منطقه را بخشی از تلاشها برای جلوگیری از نابودی اسرائیل خواند و گفت آنها مشاهده می کنند که اسرائیل ضربه ای محکم و تعیین کننده از رزمندگان فلسطینی خورده و در حال نابودی است و به همین دلیل با سفر به منطقه و ابراز همبستگی در تلاش هستند که از فروپاشی اسرائیل جلوگیری کنند. صرف نظر از اینکه این اظهارات این درست نیست و مقام های اروپایی و آمریکایی در روزهای اخیر برای جلوگیری از حمله زمینی اسرائیل به غزه به این کشور سفر کردند و بیشتر نشان دهنده ادامه استقرار رژیم اسرائیل به دلیل حمایت جهانی از اوست تا نشان دهنده شکست و فروپاشی اسرائیل خامنه ای همچنین به روحیه بالای نیروهای مقاومت اشاره کرد و گفت رزمندگان فلسطینی روحیه و انگیزه و توان آمادگی خود را برای اقدام حفظ کردند و یفسود اسرائیل به دلیل ناتوانی از رویارویی با آنها در حال انتقام گرفتن از مردم غزه است در شرایطی که بخشهایی از غزه با خاک یکسان شده و هزاران کودک کشته شدند و هزاران نفر دیگر نیز مجروح شدند و اسرائیل تمامی امکانات نظامی سیاسی و اقتصادی برای نابودی کامل مردم فلسطین را در اختیار دارد و به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی هم هدف اصلی آنها آوارگی تمامی مردم فلسطین و یک پارچه سازی اسرائیل است مشخص است که خامنه ای بر اساس چه تحلیلی وضعیت فعلی را که جز نابودی تاسیسات غزه و آوارگی مردم غزه نداشته پیروزی مردم غزه و شکست اسرائیل عنوان می کند. در شرایطی که به نظر می رسد وضعیت منطقه از نظر درگیری روز به روز نگران کننده می شود و جنگ در غزه همچنان ادامه دارد حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی چهارشنبه شب در نامه‌ای به ولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر مردم فلسطین توسط اسرائیل را محکوم و تاکید کرد از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر ساز و کارهای حقوق بشری سازمان ملل انتظار می رود که برای توقف فوری حملات اسرائیل اقدام کنند. وی در این نامه همچنین بر ضرورت پاسخگو کردن اسرائیل به دلیل جنایت علیه بشریت تاکید کرد وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در این نامه همچنین ضمن اشاره به شهادت و جراحت هزاران غیر نظامی فلسطینی از جمله زنان و کودکان و تخریب ساختمان های مسکونی تاسیسات غیر نظامی زیر ساخت بیمارستان ها مدارس عبادتگاه ها و مراکز سازمان ملل متحد تاکید کرده که اسارات مقامات اسرائیلی همراه با حملات گسترده و سیستماتیک نیروهای اسرائیل در نوار غزه نشان می دهد. این یک کارزار برای نسل کشی مردم فلسطین است. امیر عبداللهیان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به کشته شدن بیش از 700 کودک و مجروح شدن 2450 کودک در غزه گفت ظاهرا هدف اسرائیل کشتار جمعی در غزه است وزیر امور خارجه در نامه خود به کمیسر عالی حقوق بشر با اشاره به تلاشا و اقدامات اسرائیل برای کوچ اجباری مردم فلسطین و ورود نیروهای این رژیم به غزه برای پاکسازی قومی این اقدامات را در تضاد فاحش با حقوق بینالملل دانست و با بیان این موضوع که اسرائیل غزه را به طور کامل محاصره کرده گفت فلسطینی ها در هیچ کجای غزه امنیت ندارند وی همچنین در این نامه به قطع غیرقانونی آب، غذا، سوخت و برق در غزه اشاره کرد. امیر عبداللهیان مجازات نشدن اسرائیل را یک دلیل ادامه رفتار اسرائیل دانست و با بیان اینکه عدم مجازات اسرائیل را گستاخ کرده در این نامه تاکید کرد جامعه بین المللی از جمله عالی ترین نهاد حقوق بشری سازمان ملل باید به وظیفه خود در پاسخگو کردن اسرائیل با جدیت عمل کند وی همچنین ضمن تاکید بر حمایت جمهوری اسلامی از مردم فلسطین و محکوم کردن نقض سیستماتیک حقوق بشر مردم فلسطین از ولتر تورک خواست برای توقف فوری حملات اسرائیل اقدام کند و رژیم اسرائیل را در این خصوص و به دلیل جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی پاسخگو کند جمهوری اسلامی همچنان بر حمایت از مردم فلسطین تاکید دارد و در همان حال اصرار دارد که در حملات حماس به اسرائیل نقشی نداشته است. آمریکا هشدار داده که به محض اقدام لبنان در حمایت از حماس و برخورد با اسرائیل و همچنین انجام هر گونه اقدامی علیه نیروهای آمریکایی در هر کجا آمریکا به ایران حمله خواهد کرد. در همان حال حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه بدون اعلام قبلی به نیویورک سفر کرده است به دلیل این سفر را رایزنی درباره توقف حملات علیه مردم غزه عنوان کرده است به همچنین با اشاره به اینکه اقدامات اسرائیل علیه مردم غزه به نقطه نگران کننده ای رسیده اظهار داشت هر آن احتمال خارج شدن کنترل از دست همه طرف ها وجود دارد به نظر می رسد که نگرانی درباره شعله ور شدن آتش درگیری در منطقه همچنان وجود دارد گرچه به نظر می رسد که حامیان مقاومت فلسطین من جمله جمهوری اسلامی و حزب الله می دانند که ورود عملی به درگیری هزینه زیادی برای آنها خواهد داشت و لذا علارغم شعارها سعی می کنند وارد درگیری گسترده نشوند اما با این حال نگرانی از شدت یافتن درگیری ها و درگیر شدن کل منطقه در جنگ همچنان وجود دارد. سفر امیر عبداللهیان به نیویورک با هدف رایزنی درباره درگیری ها در قزه نگرانی ها در خصوص جدی بودن خطرات بالقوه درگیری در منطقه را افزایش داده است. حکومت جمهوری اسلامی که در مورد مسئله حجاب مستصل شده لایحه حجاب را در مجلس به تصویب رسانید که پر از اشکالات شرعی و قانونی بود و اکنون توسط شورای نگهبان رد شده است سخنگوی شورای نگهبان از بازگشت دادن لایحه حجاب به شورای نگهبان به دلیل ابهامات موجود خبر داد ابهاماتی که از همان روز نخست کارشناسان بارها به با آن اشاره کرده بودند و حقوقدانان نیز ایرادات متعددی را بر این لایحه وارد دانسته بودند حادی طلهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان گفت نتیجه بررسی های مسکور این مصوبه واجد ابهاماتی شناخته شد. عمده ابهامات و ایرادات شورای نگهبان با روشن نبودن مرزهای ضوابط مصوبه در برخی موارد عدم تعریف و برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیر بردار ابهام در نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مقایرت برخی مواد با اصل 75 قانون اساسی به جهت افزایش هزینه های عمومی با کاهش درامت های عمومی بدون پیشبینی طریق تامین یا جبران آن مرتبط بود حقوقدانان معتقدند که بیان تعذیر بر امر مبهم و نامشخص بودن مفهوم و حدود اصطلاحاتی مانند بی افتی به عنوان عملی مجرمانه از ایرادات مهم در این لایه است. با این حال به نظر می رسد قالب نمایندگان مجلس همچنان بر حمایت خود از این لایه اصرار دارند و ایرادات وارده بر این لایه را اساسی نمی دانند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد نیروهای نیابتی رژیم ایران برای حمله به نیروهای امریکایی متحد می شوند. این روزنامه می نویسد دولت بایدن اغلب می گوید که می خواهد از گسترش جنگ اسرائیل و غزه در سراسر سر منطقه خاورمیانه جلوگیری کند اما حملات تقریبا روزانه شبه نظامیان مورد حمایت رژیم ایران به نیروهای امریکایی در چندین کشور خاورمیانه نشان می دهد که تلاش های بایدن برای مهار رژیم جمهوری اسلامی در حال شکست است رژیم ایران در حال حاضر با استفاده از نیروهای نیابتی خود به پایگاه های ایالات متحده حمله می کند و ایالات متحده تا کنون پاسخ مناسبی را ارائه نکرده است واشنگتن پست می از 17 اکتبر اعتلاف جدیدی از گروه های مسلح به نام مقاومت اسلامی عراق مسئولیت حداقل 11 حمله به نیروهای امریکایی در عراق و سوریه را بر عهده گرفتند این سازمان قبل از شروع جنگ اسرائیل و غزه وجود نداشت اما عضویت آن متشکل از چندین گروه شبه نظامی تحت حمایت رژیم ایران است که در سوریه فعالیت می‌کنند. بنوشته این روز روزنامه نشانه روشنی است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حال هدایت آنهاست شبه نظامیان تحت حمایت رژیم ایران از هواپیماهای بدون سرنشین یا موشک برای حمله به پرسنل نظامی امریکا در پایگاه هوایی الاسد در غرب عراق پایگاه هوایی الحریر در کردستان عراق و پایگاه اتنف در سوریه و همینطور پایگاه امریکایی در میدان گاز طبیعی کنکو در سوریه استفاده کردند واشنگتن تاسوس می نویسد یکی از فرماندهان شورشیان سوری که به دلیل نگرانی از امنیت خود نخواست نامش فاش شود گفته است که مطمئنا هیچ پاسخی به این حملات صورت نگرفته است که منجر به این واقعیت شده که شبه نظامیان تحت حمایت رژیم ایران بسیار جسورتر شدند به نظر می رسد تیم بایدن در تلاش است تا وقایع را کم اهمیت جلوه دهد تعدادی از پرسنل امریکایی زخمی شدند اما پنتاگون در مورد تعداد و شدت جراحات اظهار نظری نکرده است آن سوتر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته است که به امریکا و اسرائیل هشدار میدم که اگر فورا جنایت علیه بشریت و نسل کشی در غزه را متوقف نکنند هر لحظه هر چیزی ممکن است و منطقه از کنترل خارج می شود واشنگتن پست می نویسد مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا گفته است که نیروهای نظامی امریکا در عراق و سوریه مجوز قانونی برای تعقیب شبه نظامیان مورد حمایت ایران را ندارند این نیروها در حمله به گروه های تروریستی دارای مجوز هستند اما به سراحت اجازه حملات پیشگیرانه علیه شبه نظامیان مورد حمایت رژیم ایران را ندارند